سرخط خبرها. کشته شدن دست کم 22 معترض در ناصریه عراق. کنسولگری ایران در نجف هم در آتش خشم معترضان سوخت. اعتراض گسترده به اظهار بی اطلاعی روحانی از زمان گران شدن بنزین. منتقدان میگویند این حرف از او سلب مسئولیت نمی کند. پاسخ کمیسیون انتخابات افغانستان به نامزدهای معترض. هیچ رأیی تا بازشماری و بررسی نشود باطل نخواهد شد. و شبکه اجتماعی تیک تاک از نوجوان افغان به خاطر بستن حسابش عذرخواهی کرد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. اعتراض‌های ضد دولتی در عراق دوباره قربانی گرفت. امروز نیروهای امنیتی در شهر جنوبی ناصریه دست کم 22 معترض را کشتند. دیروز و دیشب هم 5 معترض در بغداد، کربلا و بصره کشته شدند. دیشب همچنین معترضان به کنسولگری ایران در نجف حمله کردند و آن را به آتش کشیدند. بنابر گزارش‌ها این حمله از نظر شدت اعتراض به جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده. ایران خواهان برخورد قاطع با مهاجمان شده و دولت عراق گفته هدف مهاجمان ایجاد نفاق بین دولت‌های دو کشور بوده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. می‌گوید این خون است، خون یک عراقی، نقش بسته بر خیابان اصلی شهر. اینجا در ناصریه نیروهای امنیتی برای شکستن پل مقاومت معترضان به روی آنها آتش گشودند. شب گذشته هم معترضان با هجوم به سرکنسولگری ایران در نجف این ساختمان را با آتش کشیدند، در حالی که فریاد می‌کشیدند ایران برو بیرون. و اینجا جشن و پایکوبی بعد از سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی ایران. کارکنان سفارت قبل از حمله خبردار شدند و ساختمان را ترک کردند. پلیس نجف مقررات منع رفت آمد در این شهر اعلام کرده. اداره‌ها و سازمان‌های دولتی امروز تعطیلند. رویدادهای دیشب در نجف حاکمان ایران و گروهی را در نجف نگران کرده. وزارت خارجه ایران سفیر عراق در تهران را احضار کرده و خواستار برخورد قاطع دولت با معترضان شده. وزارت خارجه عراق هم در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله به سرکنسولگری ایران هدف از این کار را خدشه‌دار کردن روابط بغداد تهران خوانده. نجف مرکز سیاسی و مذهبی شیعیان عراق است و محل زندگی رهبران شیعه این کشور. بعضی از رسانه‌های عراقی میگویند این نگرانی هست که به خانه و دفتر آیت الله علی سیستانی، مهمترین مرجع شیعه عراق، در نجف هم حمله شود. قیس خزعلی، دبیرکل اصحاب اهل حق، یکی از گروه‌های اصلی تشکیل دهنده هشت شعبی که به حکومت ایران نزدیک است، در توییتی گفت: هر کس فکر می‌کند که می‌تواند به آیت الله سیستانی و بیت ایشان بی‌احترامی کند، سخت در توهم به سر می‌برد. فرزندان مرجعیت که بر قوای سیاهی پیروز شدند، با قدرت تمام در صحنه هستند. معترضان نجف عمدتاً شیعه هستند. طرفداران آیت الله سیستانی در حالی نسبت به حمله به بیت این مرجع شیعه ابراز نگرانی می‌کنند که او اخیراً از تظاهرات صلح‌آمیز مردم عراق پشتیبانی کرده بود. دو ماه تظاهرات سراسری، یک نفس و ادامه دار. علیه فساد اقتصادی، بیکاری، ضعف خدمات عمومی و دخالت ایران در امور داخلی عراق. تا به حال حدود 350 نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند. اعتراض‌ها به وضعیت معیشتی حالا فراتر از اقتصاد رفته. خواسته های مردم عراق این روزها بر دیوارهای بلند پایتخت نقش بسته. همان گونه که نقش و نگار دیوار میگوید، معترضان سیاستمداران عراقی و ایرانی را مقصر به وجود آمدن شرایط موجود میدانند. از سکوت جامعه بین‌المللی دلازرده‌اند و حرفشان این است که اصلاح اقتصاد از مسیر سیاست پیش می رود. شیدا هوشمندی، بی بی سی.
کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس از برایتون بریتانیا با ما هستن. آقای متین، این حمله به کنسولگری ایران از سوی معترضان در این موج تظاهرات و اعتراض ها در عراق از چه اهمیتی برخوردار هست؟ خب بسیار مهم است، به دلیل اینکه سفارت یا کنسولگری کشورها معمولا نماد در اون کشور در اون کشور دیگر هست و اساسا اون محوطه یا جایی که این کنسولگری یا سفارت هستن خاک اون کشور محسوب میشه. ولی خب این در این حال اوج این اعتراضات اخیر که در عراق همیشه یکی از شعارهای اصلیشون علیه ایران بوده، این حمله با آتش زدن کنسولگری ظاهرا اوج این اعتراضات و در واقع انگشت اتهام دراز کردن به سوی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از دلایل و ستونهای اصلی مشکلاتی است که مردم عراق الان درش علیهش در واقع معترض هستند در خیابونهای عراق و شهرهای مختلف عراق. و فکر میکنید که چقدر واقعا ایران نقش داره در این اعتراض ها؟ خب این تقریبا بر کسی پوشیده نیست و به خصوص به مردم عراق پوشیده نیست که جمهوری اسلامی بسیار نفوذ داره. مثلا این جلسات اضطراری دولت عراق برای مقابله با این اعتراض ها با حضور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی به اصطلاح برگزار شده. در این حال هشت شعبی یکی از نیروهای میلیشیای به اصطلاح غیر منظم دولت عراق با کمک و رهبری نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ساخته شدن و اتفاقا یکی از فرماندهان همین هشت شعبی بود که امروز هشدار داد که اونها هر کسی رو که بخواد به بیت آیت الله سیستانی حمله بکنه دستش را قطع خواهند کرد و بخش عمده از هزینه های نظامی و مالی این نیروهای میلیشیای هشت شعبی خب از سوی جمهوری اسلامی ایران تامین میشه. در این حال به نظر میرسه که خب جمهوری اسلامی به دلیل وضعیتی که در داخل خود ایران هست بر سر یک راه حل داخلی که خود دولت عراق و سیاستمداران عراقی بخوان اجرا بکنن مانع میگذاره، چون اونا فکر میکنن هر پیشروی که معترضین در عراق داشته باشن به عنوان الگو و در واقع الهام بخش معترضین ایرانی قرار خواهد گرفت. به این دلیل ضمن اینکه اعتراضات ایران و عراق به هم خیلی شبیه هستن علیه فساد، علیه فقر و نداری و کمبود به اصطلاح خدمات عمومی، در این حال به این دلیل هم به هم متصلن که هر گونه تغییری در موازنه قوای سیاسی در یکی از این کشورها میتونه سمت و سوی اعتراضات در اون کشور دیگر رو تغییر بده. به این دلیل جمهوری اسلامی در واقع راه حل مسئله اعتراضات در عراق و ایران رو کاملا به هم متصل میبینه و ظاهرا در این مقطع حداقل اونها فکر میکنن که سرکوب حداکثری و عدم دادن امتیاز به معترضین بهترین راه برای به اصطلاح بقای خودشون هست در این وضعیت. فکر میکنید که آقای متین چنین حملاتی چه تأثیری بر ادامه این اعتراضها داره؟ منظورتون حملاتی که به موازه ایران در عراق؟ بله، خب جمهوری اسلامی به نظر میرسه واکنش اولش این بوده که خب انتقاد بکنه از دولت عراق چرا حفاظت نکرده از این کنسولگری. یعنی به یک معنا اونها میخوان بین خودشون و دولت عراق دقیقا اون فاصله ای رو ایجاد بکنن که معترضین معتقدن وجود نداره، چون اونها فکر میکنن دولت عراق دست نشانده جمهوری اسلامی ایران هست. اما من گزارشاتی که دیدم امروز حاکی از این هست که خود معترضین معتقدن که جمهوری اسلامی ایران این حمله به کنسولگری رو بی جواب نخواهد گذاشت و اونها منتظر حملات شدیدتر هستن و کشته شدن معترضین بیشتری. همین 22 نفری که در ناصریه کشته شدن اتفاقا چند ساعت بعد از حمله بود که در نجف به کنسولگری جمهوری اسلامی رخ داد و ما در اون گزارشتون هم اومد که بعضی از فرماندهان نیروهای امنیتی عراق همین حالا هم تهدید کردن که اونها به شدت پاسخ خواهند داد و جالب این است که اونها تهدید علیه آقای سیستانی رو در واقع مستمسک این برخورد شدیدتر قرار دادن، در حالی که آیت الله سیستانی کژدار و مریض از معترضین تا الان حمایت کرده و نه از دولت و حتی حملات یا به اصطلاح برخورد شدید نیروهای دولتی رو حتی محکوم کرده در مواردی در هفته‌های گذشته. متشکرم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس از برایتون بریتانیا. ایران در واکنش به هشدار فرانسه درباره احتمال به کار انداختن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه ایران گفته این اظهارات غیر مسئولانه است و کارآمدی ابتکارهای سیاسی برای اجرای کامل برجام توسط طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای را از بین می‌برد. وزیر خارجه فرانسه دیروز گفته بود با توجه به رفتار حکومت ایران با معترضان به نظر می‌رسد منطق آمریکا در مورد لزوم وارد کردن فشار حداکثری علیه حکومت ایران درست بوده.
اظهار بی اطلاعی حسن روحانی از تاریخ افزایش قیمت بنزین در ایران انتقادهای زیادی به دنبال داشته. رئیس جمهوری ایران دیروز گفت او هم مانند سایر شهروندان صبح جمعه 24 از اجرای این طرح باخبر شده. بعضی از روزنامه‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایران این سخنان را طنزآمیز یا شرم‌آور خوانده و گفتند بی اطلاعی رئیس جمهوری از او سلب مسئولیت نمی‌کند. در همین حال وبسایت کلمه به نقل از یک منبع آگاه گفته در جریان اعتراض‌های اخیر نزدیک به 370 نفر جان خود را از دست دادند. بارون عباسی گزارش می‌دهد. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. اظهار بی اطلاعی حسن روحانی از تاریخ افزایش قیمت بنزین، تصمیمی که به جدیدترین دور اعتراض‌ها در سراسر ایران منجر شد و به گفته نهادهای حقوق بشری بیش از 140 کشته به جا گذاشت. سخنانی که انتقادهای زیادی به دنبال داشته. روزنامه آرمان ملی در صفحه اول خود با تیتر آقای رئیس جمهور واقعاً درباره این حرف حسن روحانی ابراز شگفتی کرده. در سرمقاله این روزنامه آمده: فارغ از اینکه رئیس جمهور بگوید از تاریخ سهمیه بندی بنزین با خبرم یا بی خبرم، این نافی مسئولیت او در قبال اجرای این طرح نیست. روزنامه رسالت هم در سرمقاله نوشته: شما گویا از خیلی چیزها خبر ندارید رئیس جان، ولی واقعا بی خبری یک رئیس جمهور از مسئله‌ای به این درجه اهمیت حسن است یا عیب؟ روزنامه فرهیختگان در تیتر صفحه اول خود با اشاره به برنامه طنز صبح جمعه با شما این حرف رئیس جمهوری را طنزآمیز دانسته. در سرمقاله این روزنامه آمده: اسکار عجیبترین و البته روی مخترین اظهار نظر بنزینی تعلق می‌گیرد به دکتر حسن روحانی که شب گذشته با یک جمله همه ایرانیان را به شگفت آورد. و روزنامه جام جم هم در سرمقاله‌ای با عنوان شوخی می‌کنید پرسیده: چگونه می شود یک تصمیمی با این ابعاد عمیق اقتصادی و اجتماعی و امنیتی بدون اطلاع و اذن بالاترین مقام اجرایی و امنیتی کشور عملیاتی شده باشد؟ بعضی شخصیت‌های سیاسی هم از این حرف رئیس جمهوری انتقاد کردند. غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران و از همفکران سیاسی حسن روحانی در توییتی نوشته: سخنان همراه با قهقهه جناب رئیس جمهور پاک ناامیدمان کرد. دریغ از کمی انصاف و احساس و تدبیر. و این واکنش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: کنار کشیدن آقای روحانی از پذیرش مسئولیت انتخاب زمان و چگونگی اجرای افزایش قیمت بنزین جای شگفتی دارد. موتور سوارهای ضد شورش. همزمان با وضع شدن تدریجی اینترنت در ایران، تصاویر بیشتری از ناآرامی‌ها منتشر شده. مردم عصبانی از قیمت بنزین. مرگ بر دیکتاتور. 40 سال پدر ملت. خبرگزاری‌های ایران گفتند اینترنت موبایل در استان‌های بیشتری وضع شده یا در حال وضع شدن است، اما در شهرهای غرب استان تهران اینترنت تلفن همراه همچنان قطع است، از جمله شهریار، اسلام شهر و ملارد که شاهد اعتراضات شدیدی بودند. امروز 25 آبان 98 اینجا جاده قدیم جاجروده. در نبود آمار رسمی، وبسایت کلمه به نقل از یک منبع آگاه گفته 366 نفر جان خود را در جریان اعتراض‌ها از دست دادند. پیشتر عفو بین‌الملل آمار کشته‌ها را دست کم 143 نفر اعلام کرده بود. مقام‌های ایران اما همچنان از ارائه آمار رسمی خودداری می‌کنند. من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم. بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید. سیاست دولتی که خود را پرچمدار حقوق شهروندی میدانست، در عوض خنده و شوخی درباره تصمیمی است که یکی از خونین ترین سرکوب‌های تاریخ معاصر ایران را رقم زد. صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. باران عباسی، بی بی سی. منم مثل شما. همکارم رجا اسد اینجا در استودیو با ماست. واکنش مردم رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردی رجا، بیشتر بهمون بگو. درسته، اول اشاره کنم به همین اتفاقی که در روزنامه‌ها در بین سیاستمداران افتاده که باران هم در گزارشش گفت. می‌بینیم که محافظه‌کاران و اصلاح طلبان در انتقاد از این حرف‌های آقای روحانی موضع یکسانی گرفتن. این اتفاق هم می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی افتاده. همونطور که می‌بینیم آقای کرباسچی و آقای رضایی هر دو انتقاد می‌کنند، دو
گرایش سیاسی متفاوت. میبینیم که علی مطهری گفته که در یک یادداشتی گفته که این حرفهای آقای روحانی عذر بدتر از گناه بود. یا محمود صادقی نماینده اصلاح طلب در توییترش یک پوستر منتشر کرده که از آمار خسارت‌های وارد اومده به اموال عمومی در شهرهای مختلف رو به تصویر کشیده و میگه پس مسئول کیه. حالا این اتفاق هم در شبکه‌های اجتماعی داره میفته. کاربران با گرایش‌های متفاوت، چه منتقدان دولت هستند، چه به قول معروف دلواپسان یا محافظه‌کاران هستند و یا براندازان هستند، همه دارن انتقاد میکنن از حرفای آقای روحانی. بعضیا با تمسخر باش برخورد کردن، بعضیا میگن آقای روحانی این حرف‌ها رو زده که شانه خالی کنه از زیر بار مسئولیت اتفاقاتی که افتاده، و بعضیا میگن خب دو حالت داره. اگر آقای روحانی واقعا خبر نداشته، که نشون میده که به عنوان رئیس قوه مجریه که چقدر بی تدبیره درباره زمان اجرای تصمیمی که زندگی میلیون‌ها نفر ایرانی رو تحت تاثیر خودش قرار میده خبر نداشته، یا اینکه آقای روحانی خبر داشته، که در این صورت هم داره دروغ میگه به مردم. و در هر دو حالت این نکته مثبتی برای آقای روحانی حساب نمیشه. یک کاربر محافظه‌کار هم گفته که رمز فتنه 98 بنزین بود که از زبان آقای روحانی صادر شده. یعنی میبینیم که این اتفاق باعث شده که مواضع محافظه‌کاران و اصلاح طلبان و منتقدان دولت همه یکی بشه در انتقاد از آقای روحانی و انگشت انتقاد به طرف اون نشانه بره. متشکرم از تو رجا اسدی اینجا در استودیو. نگاهی دوباره بندازیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دست کم 22 نفر در اعتراض‌های عراق در ناصریه کشته شدند. ایران هم خواهان برخورد با عاملان حمله به کنسولگریش در نجف شده است. در پی اظهار بی‌اطلاعی حسن روحانی از زمان گران شدن بنزین، منتقدان می‌گویند این حرف رئیس جمهوری ایران از او سلب مسئولیت نمی‌کند. در ادامه برنامه، بازگشت بودای روزدار و صدها اثر باستانی قاچاق شده به افغانستان. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید نباید کسی انتظار داشته باشد این نهاد رأی‌ها را بدون بررسی و بازشماری باطل اعلام کند. این پاسخی است به اعتراض تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله که معتقد است 300 هزار رأی تقلبی است و باید باطل شود. هواداران او در 7 ولایت مانع بازشماری آرای مشکوک شدند. انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش برگزار شد ولی هنوز نتیجه‌اش معلوم نیست. خبرنگارمون علی حسینی از کابل با ماست. علی، آیا میشه گفت با این موضع‌گیری کمیسیون روند انتخابات به بن‌بست خورده؟ این طور به نظر میرسه، چرا که هر دو طرف، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات و تیم ثبات و همگرایی، تقریبا در تقابل با همدیگر قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی که همین 300 هزار رای رو که گفتی، ثبات همگرایی میگه که باید باطل اعلام شود و از طرف دیگر کمیسیون میگه که به خاطر حفاظت و نگهداری از آرای مردم افغانستان باطل اعلام نمی کنه، باید وارد روند بازشماری و بررسی شد. به همین خاطر تا اینجای کار او چیزی که تیم ثبات همگرایی میخواد کمیسیون قبول نکرده، و اونطوری که آن چیزی که خواسته کمیسیون ثبات همگرایی میخواد تیم آقای عبدالله قبول نکرده. با این حساب میشه بگیم که به بن‌بست رسیده. و مهمترین است که به طور مثال اگر بخوایم بگیم، یکی از مواردی که تیم ثبات همگرایی میگه بحث آرایی است که خارج از زمان رأی‌گیری به صندوق ها ریخته شده، یعنی قبل از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 بعد از ظهر. کمیسیون میگه که شرایطی وجود داره و مدارک و اسناد وجود داره که اینها اصطلاحا آرای پاک است، اما تیم آقای عبدالله میگه بر اساس این اصل که باید در زمان معین رأی‌گیری رأی‌های حساب شود، لذا وقتی که خارج از زمان رأی‌دهی است پس حساب نمیشه و نباید وارد شمارش و بررسی آرا بشه. آیا راه حلی برای بیرون رفتن از این یا حل این بحران پیش بینی شده؟ نه تنها که فعلا چنین راه حلی دیده نمیشه با توجه به اینکه دو طرف روبروی همدیگر قرار گرفته، به نظر میرسه که بحران انتخاباتی و جنجال انتخاباتی داره به سمت وخیمتر شدن و شدیدتر شدن پیش میره. به ویژه اینکه دسته انتخاباتی ثبات همگرایی و برخی دیگر از نامزدها
فردا قرار است اعتراضی برگزار کنند و تظاهراتی برگزار کنند که میتونه اوضاع را وخیم‌تر کنه. اصل این است که موضوع مهم این است که این موضوع، این مشکل از راه تفاهم و گفتگو و قناعت همدیگر را حل شود که فعلا در حال حاضر چون این چیزی دیده نمیشه. موضع شرکای بین المللی افغانستان به خصوص آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در این باره چه بوده؟ مقام های کشورهای مثل آمریکا، مثل و نهادهای دیگر مثل اتحادیه اروپا و همچنین سازمان ملل متحد یوناما به نظر میرسه از نزدیک انتخابات و جنجال ها را نظارت میکنن و میبینن مقام های این کشورها و این نهادها چند بار سر زدن به کمیسیون مستقل انتخابات، با مقام های این کمیسیون صحبت کردن، با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردن. موضوع مهم برای اینهایی بوده که از نتیجه انتخاباتی حمایت میکنن که اصطلاحا نتایج آن شفاف و پاک باشه، که با توجه به جنجال های فعلی معلوم نیست که چه نتایجی اعلام خواهد شد، به ویژه که از زمان این انتخابات خیلی مدت زیادی میگذره، حدود 2 ماه گذشته و بر اساس تقویم انتخاباتی باید خیلی وقت، یعنی در همون ماه اول نتایج ابتدایی آن و مدت بعد نتایج نهایی آن اعلام میشد که این کار صورت نگرفته. به هر حال به نظر میرسه که شاهد جنجال های انتخاباتی جدیتر و شدیدتری خواهیم بود در روزهای آینده. متشکرم از تو علی حسینی در کابل. دولت افغانستان بیش از 500 اثر تاریخی رونمایی کرده که از قاچاقبران به دست آمده. این آثار که شامل تندیس، سکه، ظرف و انگشتر است به موزه ملی افغانستان واگذار شده. مسئولان میگویند ماموران امنیتی گمرک فرودگاه کابل این آثار را در جریان انتقال به بیرون از کشور متوقف کردند. روین رهنوش گزارش می‌دهد. تلاش برای احیای میراث گم شده، میراثی که پاره های از آن هنوز در بازار سیاه دست به دست می شود. این تندیس به تازگی از هنگ کنگ به کابل آورده شده، اثری از دوره کوشانی که زمان جنگ های داخلی از موزیم افغانستان سرقت شد. بقیه آثار هم تا یک سال اخیر در فرودگاه کابل ضبط شده. نشانه های از تاریخ دوره های کوشانی و غزنوی. قاچاقبران میخواستن به بیرون از کشور منتقلشان کنند. به نظر میرسد توجه به بازگرداندن آثار باستانی غارت شده افزایش یافته. در حدی هستیم که از آثار باستانی خود حفاظت کرده میتونیم و آن را به نمایش گذاشته میتونیم. ما از جهانیان می خواهیم که آثاری به غارت رفته ای ما را که در موزیم های خود دارن، در کلکسیون های خود دارن، در جاهایی که خودشان حفاظت می کنن به افغانستان بر بگردانند. این مجسمه ها مشخص نیست چگونه از افریقا به افغانستان رسیده. قرار بوده از اینجا به کشور دیگر قاچاق شود که نشد. 20,000 اثر باستانی در کاوش‌های 18 سال اخیر کشف شده. از بخش‌های مختلف افغانستان، کشوری با آثار باستانی بسیار. تا پیش از دهه 70 خورشیدی 100,000 اثر در موزه ملی افغانستان جمع‌آوری شده بود. اما مسئولان میگن با آغاز جنگ‌های داخلی زمان مجاهدین و همینطور در دوران رژیم طالبان 75,000 اثر از اینجا به غارت رفته و به بیرون قاچاق شده. تا به حال دولت تانسته تنها حدود 15,000 اثر را دوباره برگرداند. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. برگزار کنندگان یک رشته تظاهرات 3 روزه در لبنان که قرار بود برای درخواست تشکیل کابینه جدید برگزار شود آن را لغو کردند. با این حال اعتصاب کارکنان جایگاه های پمپ بنزین که از دیروز آغاز شده ادامه دارد. اتحادیه صنفی جایگاهداران گفته آنها مجبورند به دلار بنزین بخرند ولی آن را به پوند لبنان بفروشند و با توجه به تلاطم نرخ ارز ضرر می کنند. اعتراض ها 6 هفته است که در لبنان جریان دارد.
شرکت اپل به خواست روسیه شبه جزیره کریمه را در اپلیکیشن هایش به عنوان بخش از خاک روسیه به حساب آورده. به نظر میرسد این تغییر اپل فقط در دستگاه هایی به چشم میاد که از بخش روسیه فروشگاه اپل استفاده میکنند، اما از نقاط دیگر جهان جستجوی این شبه جزیره آن را متعلق به هیچ کشوری نشان نمیدهد. روسیه حدود 5 سال پیش کریمه را که بخش از اوکراین بود تصرف و به خاک خود ضمیمه کرد. جامعه بین الملل این عمل را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان کریمه را جزء اوکراین می‌دانند. شبکه اجتماعی تیک تاک از یک نوجوان افغان آمریکایی بابت لغو حساب کاربریش عذرخواهی کرد. حساب فیروز عزیز بعد از انتشار فیلمی در انتقاد از سیاست‌های چین در قبال اقلیت مسلمان اویغور در تیک تاک بسته شده بود. ویویان نونس گزارش می‌دهد. از داخل اتاق خوابش در نیوجرسی ویدیوها را برای جهان منتشر می‌کند. در مدت 4 روز ویدیوی فیروز عزیز حدود 5 میلیون بار در تیک تاک و توییتر دیده شده. موژه‌هاتون رو فر کنید، بعد اون رو کنار بذارین و موبایلتون رو بردارین و چین رو جستجو کنید. ببینید چطور مسلمان‌های بی‌گناه رو به اردوگاه‌ها می‌فرستن. اما چرا این دانش آموز دبیرستانی 17 ساله تصمیم گرفت در مورد مسئله‌ای حرف بزند که بسیاری در مورد آن سکوت کردند؟ As a Muslim, I've always faced oppression. به عنوان یه مسلمان همیشه با مسئله نژادپرستی روبرو بودم، اما با دیدن وضعیت این اقلیت قومی و شرایطشون به این فکر افتادم در این مورد اطلاع رسانی کنم. مالک تیک تاک شرکت چینی بایت دنس است. از این شرکت انتقاد شده که محتویاتی رو که چین دوست ندارد سانسور می‌کند. بلافاصله بعد از انتشار این ویدیو حساب فیروز تعلیق شد و گوشیش از دسترسی به این شبکه منع شد. تیک تاک میگه این اقدام ارتباطی با پست‌های او در مورد اویغورها نداشته، اما فیروز قانع نشده. تیک تاک برای مدتی هم ویدیوی او را از شبکه برداشت. این شرکت حالا عذرخواهی کرده و دسترسی فیروز به تیک تاک را برقرار کرده. چین همواره تاکید کرده که اردوگاه‌های سینکیانگ برای بازآموزی داوطلبانه است. اما همین هفته برنامه پانورامای بی بی سی مدارک منتشر کرد که نشان میداد چطور مسلمانان در زندان‌های فوق‌العاده امنیتی زندانی‌اند و شستشوی مغزی و تنبیه می‌شوند. به حرف زدن در این مورد ادامه میدم. در توییتر، اینستاگرام، هر شبکه دیگه که حساب دارم صحبت می‌کنم. حتی در تیک تاک، حتی بعد از تعلیق هم از تیک تاک نمی‌ترسم. نشانه دیگری از اینکه تا چه حد شبکه‌های اجتماعی قدرتمند شدند. ویویان نونس، بی بی سی نیوز، نیوجرسی. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.